به نام خداوند جان و خرد که از این برتر بر نگذرد بر درود بر همگی من سروش سیدالزاده هستم از شاگردهای استاد مازیار قویدر اکنون میخواهم بخش نخواست از پایی دو از نوشته های استاد مازیار قویده را برای شما بخونم. داستان کومه بخش نخواست. هزاران سال پیش انسان ها تازه یاد گرفتند تن خود را با پوست جانوران بپوشانند آنها هنوز خانه نداشتند و در جنگل ها و بیابان ها زندگی می کردند و سرپناه آنها شاخ و برگ درخت بود زندگی کردن در دشت و بیابان کار آسانی نبود هرگاه باران می باری برف میبارید و یا هوا توفانی میشد چون رختانهها کم بود تر میشدند و سردشان میشد آنها هنوز نمیتوانستند هرگاه دلشان خواست آتش روشن کنند تا گرم و خشک شوند برای همین گاهی بیمار میشدند آن انسانها بیشتر با خوردن میوه و گیاه خودشان را سیر میکردند آنها شاه مهربانی داشتند که نام او چومرس بود چومرس مردم را بسیار دوست دوست داشت او همیشه با خودش می که چه کار باید بکند تا مردم از بر و باران تر نشوند و هرگاه باد و طوفان می شود جایی داشته باشند که باد و طوفان آنها را آزار ندهد یک روز که در کنار دوستانش نشسته بود و به کوه ها نگاه میکرد چشمش به دوتا تا بچه خرس زیبا افتاد که از یک سوراخ بزرگ و یا غاری که در کوه بود بیرون آمدند آنها می و با هم دیگر بازی می کردند ناگهان پای یکی از آنها سر خورد و بر روی زمین افتاد و به سوی پایین کو دل خون. بچه خرس دیگر که خواهر آن خرس کوچک بود از آن بالا و با ترس به برادرش نگاه می کرد. او کوچک بود و نمی توانست به برادرش یاری بدهد و با چشمان پر از عشق آرزو می کرد دست و پای برادرش نشکند. از پایین کو رودخانه پر آبی میگذشت و اگر بچه خرس کوچک و نازنازی در آ در آن میافتاد آب آن رودخانه می توانست او را با خودش ببرد که مرشاه مهربان هنگامی که دید آن بچه خرس پای از سر خورد و به زمین افتاد دوید تا نگذارد آن خرس کوچک در آب بیفتد دوستان دوستان کیومرز هم به دنبال او دویدند و چند متر مانده بود که خرس کوچک به آن رودخانه برسد کیومرز با یک پرش خودش را به خرس کوچک رساند و او را گرفت خواهر کوچک خرس که از آن بالا همه چیز را میدید با شادی فریاد کشید و به بالا و پایین پرید خرس کوچک ترسیده بود کیو با چشمان مهربانش به او نگاه میکرد و با دست به سر و روی بچه خرس میکشید. بچه خرس کم کم آرام شد. و خودش را به کیومرز کسباند. چسباند کیومرز هم از شادی خندید دوستان کیومرز هم شاد شدند آنها به کیومرس آفرین گفتند و از او پرسیدند ای شاه مهربان با این خرس کوچک چه کار میخواهی بکنی کیومرس شا گفت دست و پای دست و پای این بچه خرس نشکسته و تنها موهایش خاکی شده است او را به بالای کوه میبرم تا بتواند با دوستش بازی کند شاه هم اگر شما هم اگر میخواهید همراه من بیایید. این را گفت و به سوی خواهر خیرس کوچک به راه افتاد دوستان کیومر شاه هم به دنبال او رفتند همین که به بالای کوه رسیدند خواهر بچه خرس تا برادرش رادی از شادی خندید و به بالا و پایین پرید و به سوی سوراخ بزرگ و یا قاری که در کوه بود دوید کیومرز و دوستانش هم به دنبال او رفتند به آنجا که رسیدند قار بزرگی را دیدند که در یک گوشه آن خوراکی هایی برای بچه, بچه خیرس ها انبار شده بود تا هنگامی که مادر و پدرشان نیستند بتوانند بخورند کیومرشا به قار و خوراکی هایی که در آنجا بود خوب نگاه کرد و, و به دو خرس کوچک که هم دیگر را در آغوش گرفته بودند و شادی میخندیدند به درود و خدا نگهدار گفت و به سوی خانواده و دوستان دیگرش رفت خانواده و دوستان دیگر کیومرشا در پایین کوه و کنار درختها ها به راه آنها ایستاده بودند. آنها از آن کار نیک کیومرشا شاد بودند و برای او دست میزدند.